امروز خواهم راجع به تاریخ رونمایی رزیدنت اویل 9 با شما صحبت بکنم. سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم، خیلی خوش اومدین بیگ بیدی دیگه از کانال گیمر رسان شو. دمتون گرم که همیشه کانال خودتون کانال گیمر رسان شو رو حمایت میکنید و اگه دنبال اخبار جدید دنیای گیم به خصوص جی تی ای به خصوص رزیدنت اویل هستید، کانال من سابسکرایب بکنید، ویدیو لایک کنید، یه کامنت هم برام بذارید. مطمئنن که در این ویدیو باز هم شگفت زده میشید. خب رزیدنت اویل 9 بهتون قول میدم که از رگ گردن به ما نزدیکتره. وقتی صحبت از نزدیک بودن توی رونمایی گیم میشه، منظورم این که تا یک ماه و نیم دیگه. دلیل چیه؟ زمانی که صفحه متاکریتیک رزیدنت اویل 4 ریمیک راه اندازی شد، نمیدونم ببخشید رزیدنت اویل 4 ریمیک گولد ادیشن، اوکی، وقتی راه اندازی شد بودن یک ماه و نیم بعدش ما رونمایی رزیدنت اویل 4 ریمیک گولد ادیشن رو دیدیم. الان هم که ما رزیدنت اویل 9 دیدیم که صفحه متاکریتیکش باز شد، این احتمال رو میدیم که یک ماه و نیم دیگه بازی رونمایی بشه. که کدوم مراسم رو داریم در یک ماه و نیم؟ میشه گفت مراسم گیم آوارد. اگه توی این حالا میشه گفت بین تاریخ متاکریتیک و مراسم گیم آوارد، اگه کپکام مراسمی نذاره، اگه خدمتتون عرض کنم یه کپکام شوکیسی، رزیدنت اویل شوکیسی نذاره، ما دیگه آخرین دیگه روزی که میتونیم ما ببینیم رزیدنت اویل 9 مراسم گیم آوارده. حالا داستان امروز چیه؟ امروز صفحه IMDB هم برای رزیدنت اویل 9 باز شد که این میتونه باز هم یک نوید رو بده که خیلی خیلی زود قرار ما رزیدنت اویل 9 رو ببینیم دیگه. وقتی دیگه دو تا صفحه، حالا اون موقع برای رزیدنت اویل فرم گولد ادیشن اول متاکریتیک باز شد و بعد حالا منتشر شد و فکر کنم بعد صفحه IMDBش فکر کنم باز شد. الان ولی برای رزیدنت اویل 9 نه، هم چیزی نیست و صفحه IMDBش هم باز شد. بهتون میگم توی همین سال 2024 ما یک تیزر احتمالا خیلی کوتاه ببینیم، اما یک امایی داره، خیلی من مطمئن نیستم که بازی رو در سال 2025 ما تجربه بکنیم. چرا؟ چون برنامه کپکام برای سال 2025 بازی مانستر هانتر وایلد، که یه بازی خیلی بزرگ هم هست، بازی خیلی خوبی هم هست، و بعید میدونم بخواد دو تا بازی بزرگش رو داخل یه سال بخواد ارائه بده، مگر اینکه اواخر سال 2025 یا سال 2026. یعنی این رو فکر کنم، یعنی میشه خیلی احتمال داد، بحث تأخیر نیست. اینجوری نیست که شما فکر کنید که کپکام گفته آره مثلا بازی سال 2025 میاد، الان بازی قرار تأخیر بخوره. نه، به خاطر تاریخ رونمایی تریلرش دارم بهتون میگم، بعید میدونم، چون برنامه کپکام مانستر هانتره شاید بره برای سال 2026. ولی این وسط واقعا کنامی چه سودی کرد از نبود بازی‌های ترس و بقا مثل رزیدنت اویل، و واقعا فروش خوبی کرد. مثل اینکه توی همین میشه گفت 5-6K همین مدتی که سایلنت هیل 2 اومده بیرون بالای 1 میلیون نسخه فروش کرده، که این میتونه یک موفقیت باشه برای تیم بلوبر تیم و کنامی. خداییش هم من دارم بازیشو تجربه میکنم، بازیش اصلا توی لیگ دیگه است. این توی نگاه نکنید، مثلا ببینید بازی رزیدنت اویل یه طرح میشه گفت یه ادونچر ترسناکه، میدونی منظورم چیه؟ درست ترس و بقا نمیتونی باشه، ولی بازی مثل سایلنت هیل یه ترس و بقا است. یعنی اون المان های ترس و بقا، یعنی سوروایول هورور، داخل این بازی دیده میشه. بعضی ها میان کامنت میذارن که رسان تو چه میدونم یه بار گفتی بازی آشغاله. بله، من یه بار اون اوایل گفتم که بازی خوب نیست، و واقعا اون تریلر اولش که نگاه کنیم خوب نبود، ولی تریلرهای بعد چه میدونم، من خیلی ویدیو بعدش ساختم و گفتم که این بازی رو حتما من تجربه میکنم و الانم تجربهش میکنم، با اینکه من سایلنت هیل پلیر نیستم. ولی بهتون میگم یک پوانی بود واقعا برای کونامی که در نبود رزیدنت اویل من بازی سایلنت هیل 2 رو ریلیز کرد، و خدایش هم خیلی بازی موفقیه. بهتون قول میدم که این یا ریمیک ها یا نسخه جدید حتما ادامه دار میشه، و کونامی همین الان حتما به فکر یک نسخه دیگه برای سایلنت هیل است که احتمال خیلی زیاد بره سراغ، حالا من نظرم اینه که شاید بره سراغ سایلنت هیل 1 مثلا، بخواد سایلنت هیل 1 رو ریمیک کنه، چون اونم میادم اینجا نسخه بودم بازی میکردم و اونم خیلی من دوست داشتم. خب بچه ها، اینم از اخبار امروز و صفحه و باز شدن صفحه
IMDB Resident Evil 9 نظر شما چیه؟ چه موقع بازی قرار ریلیز بشه و بازی آیا سال 2025 میاد یا سال 2026 اینو توی بخش کامنت ها بنویسید و از اینکه همیشه حمایت میکنید خیلی عشقین لایک و سابسکرایب یادتون نره بوسان تک تک مرسان هستن فعلا ویدیو هایی که بهتون پیشنهاد میشه نگاهی بندازی حتما خوشتون میاد خدا نگهدار.